سوال هم من میگم که یکی از کاربران نوشتن در دکمت چت باکس نوشتن به عنوان یک سوال مشخص از استاد محترم میگذاره، آیا تحقیق یا بررسی دانشگاهی مشخصی درباره وضعیت استفاده از فکت ها در رسانه های ایران وجود دارد یا خیر؟ بله، اجازه بدید سوالا رو دونه دونه بگیم که من یادم نره. در رسانه های ایران من چیزی اگر وجود داره ندیدم، بعید میدونم که همچین زمینه‌ای وجود داشته باشه که کسی رفته باشه نحوه بررسی فکت ها رو، یعنی با همون مفهومی که در اینجا بهش اشاره شد، مثلا اعداد و اینها رو بررسی کرده باشه. ولی اجازه بدید حرف خودم تصحیح کنم. برای چی میگم بعید میدونم؟ من اطلاع ندارم، در تا حالا بهش برخورد نکردم. ببینید، نمونه هایی که من به شما ذکر کردم، البته خب بعضی از نمونه هایی که مربوط به ایران بود، خب نه، اونا رو به هر حال چیزایی بود که تو ذهن خودم بود گفتم، به هر حال یادم میومد و گفتم و احیانا این سری اطلاعاتش هم رفتم چک کردم و دقیق کردم. اما نمونه هایی که راجع به نشریات خارجی برای شما گفتم، اینها در یک کتابی هستش که در واقع اون کتاب وقتی که افراد کار کردن برای مؤسسه خبری بی بی سی رو شروع میکنن، یک دوره‌های آموزشی براشون گذاشته میشه و یک سری کتاب معرفی میشه. حالا البته این کتابا رو ممکنه ما بخونیم یا نخونیم، ولی حداقلش اینه که من این کتابا رو خوندم و یکی از این کتابا که برای من خیلی جالب بود، یک کتاب به نام The Tiger That Isn't، ببری که وجود ندارد. این مثال‌های عددی، مثلا این مثال تست ماموگرام و اینا که برای شما ذکر کردم، از اون کتابن. واقعا اگر وقت داشتید، من باز یادآوری میکنم، من حالا چون در سفر هستم خیلی تو این فروم ممکنه که تو این چند روز فعال نباشم، ولی نهایتا میام و به تمام چیزها جواب میدم. حتی اگر دوستانی علاقمند باشن، من میتونم لینک آمازون این کتاب رو هم براشون بذارم که بخرن، چون واقعا فکر میکنم کتابیه که برای کسانی که میخوان کار روزنامه‌نگاری انجام بدن بسیار مهمه، بسیار مؤثره. کتابی که داره دونه دونه این مثال رو، دونه دونه اشتباهایی که مؤسسات بین‌المللی انجام دادن رو راجبش صحبت میکنه، نشریات عظیم بین‌المللی انجام دادن، بنگاه های خبری انجام دادن رو بررسی میکنه و دلایل اشتباه ها رو ذکر میکنه و تهش میخواد، اگه میگیم The Tiger That Isn't، یعنی انگار داره این فضا رو مجسم میکنه که شما رفتید و وارد یک جنگل شدید، یک تصویر راهی رو میبینید و تحلیلش میکنید تو ذهن خودتون که این ببره، در حالی که اون ببر نیست، اون جنگلیه که به نظر راه اومده قسمتش، و انگار میخواد این حرف رو بزنه که خیلی از ما روزنامه نگاران و بعضی وقتا نتیجه گیریان از قبیل همون خدمت شما عرض شود که ببری که احساس میکنیم تو جنگل میبینیم. یا شاید مثال قشنگترش همون شعر معروف مولوی باشه، همون داستان فیل شناسی در تاریکی، که افرادی وارد یک اتاق تاریک میشن، هر کدوم به بخشی از بدن فیل، یکی خرطومشه، یکی گوششه، یکی پاش دست میزنن و هر کدوم فیل رو که تا حالا ندیده بودن به همون صورت توصیف میکنن، میگن یه موجودی شبیه باد بزن، یک موجودی شبیه ستون، یک موجودی شبیه مار، در حالی که هیچ کدوم از اونها توصیف کامل رو نمیدن. مثال های مربوط به خارج از ایران علیه حال عمدتا از اون کتاب اومده، ولی من این رو توی فروم معرفی خواهم کرد. از اون جامعه آماری که تو ایران داده میشه که خبر بزنید و مردم، خب هر دولت تفصیل خودش رو داره. مثلا زمان آقای احمدی نژاد اومدن اینجا تعریفی از قانون کار کردن، گفتم حتی کسی یه حتی یک ساعت در هفته کار کنه این شاغل حساب میشه، و بر اساس همون قانون یه حالی دیدیم آمار بیکاری در ایران خیلی اومد پایین، و همون آماری هم که داده شد، خب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر اون استناد کردن و گفتن رشد اقتصادی ایران از منفی داره میره به سمت مثبت. من خواستم ببینم که این آمار در ایران داده میشه، خب خیلی تو تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی و تو آماری بین‌المللی سمت گذار هست و بعدا هم مشخص میشه همش هم دروغ بوده. ما چطور میتونیم عملیات خارج بشیم بین این آمارها و واقعا بتونید اعتماد کنید؟ چون هر دولتی تو ایران میاد میخواد بگه ما که من ترشیم، ولی در حقیقت میبینیم آخرش ترشن که نبوده، هیچی خراب هم بوده. چجوری میتونیم با عنوان روزنامه‌نگار
اعلان کنید که آمارهای که از ایران میاد و آیا اگر بخوام کلن رد کنید خب انج به ما میزنن که شما دارید دانشگاهی میکنید اگر هم بخوام استناد کنید خب میگن استناد شما دروغ بوده توی یه همچین بحثه ما واقعا باید چی کار کنیم یعنی نمیدونید که طرف کدوم رو بگیری که به دانشگاهی متعلق شد سوال خیلی خوبیه مخصوصا اون مثالی که این دوستمون زدن راجبه محاسبه بیکاری در زمان آقای احمدی نژاد این مثال خیلی خوبیه و من این رو به ذهن میسپرم برای اینکه فردا ما در جلسه‌ای که داریم یعنی در دقیقاً در جلسه بعدی ما که میشه اولین جلسه فردا که ما راجبه نحوه‌ای که دولت‌ها عدد سازی میکنن یا مؤسسات عدد سازی میکنن برای گزارش دهی های مطلوب و برای مطلوب جلوه دادن عمل کرده خودشون این مثالی که این دوستمون زدن رو من واقعا به یاد میسپارم که فردا با تفصیلات به عنوان یکی از نمونه های واقعا مثال زدنی راجبش صحبت کنیم چون به نظرم نمونه خیلی جالبی هستش که چجوری شما با تغییر دادن یک تعریف یه دفعه یک آماری رو از این رو به اون رو میکنید از این کارهایی که و تازه دروغ هم نگفتید نکتهش اینه خیلی از جاها دولت ها میان دروغ میگن مؤسسات میان دروغ میگن ما تازه راجبه اون صحبت نمیکنیم یه جاهایی از دروغ نمیگن دارن راست میگن ولی تعریف رو جوری عوض کردن که نتیجه عمل کرد از این رو به اون رو میشه و مخاطب از همینجا بی خبرم خب خیال میکنه که واقعا این اتفاق افتاده ببینید فکر نمیکنم ما عجیب تر از دوره آقای احمدی نژاد از نظر آماری ما داشته باشیم دولت ها همیشه اقراق میکنن در مورد عمل کرده خودشون همیشه عدد سازی میکنن همیشه شما باید به خیلی از چیزهایی که میگن شک بکنید زمان آقای احمدی نژاد آخه چند علتش اینه که چند اتفاق اساسی افتاد در این زمینه یعنی اولا یه سری از آمار رو کلن دولت دیگه انتشارشون رو متوقف کرد مثلا آمار مرتبط با رشد اقتصادی رو توی دوره اصلا کلن متوقف کرد که حتی این احتمال هم پیش نیاد که شما یه کسی بره از یه جایی یه آماری در بیاره مچی بگیره کاری بکنه خودش راحت کرد یه جاهایی اومد تعریفا رو تغییر داد مثل همین ماجرای نمونهی که ذکر کردید و به نتایج رسید که خب اون نتایج به هر حال گول زننده بود در خیلی از جاها اومد در واقع آمارهایی رو داد که این آمارها شواهد زیادی وجود داشت که کاملا ساختگی هستن ولی میخوام بگم حتی در همین دوره آقای احمدی نژاد کسایی بودن که روزنامه‌نگاران اقتصادی بودن که با بررسی دقیق همون آمارها و همون اطلاعاتی که وجود داشت در خیلی از زمینه‌ها میتونستن با درصد خطای قابل قبولی خیلی از کمیت‌ها رو در واقع در موردش اطلاعات خوبی رو مخاطبان خودشون بدن اولا در همون زمان آقای احمدی نژاد که میگم حداقل تا تجربه سنی ماها این دیگه نهایت آشفتگی آماری در اون زمان بوده ممکنه در آینده اتفاقی بیفته که ما بگیم که خب از اونم بدتر شد ولی تا این لحظه رو دارم قضاوت میکنم در همون زمان موارد متعددی اتفاق میافتاد که آماری که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی منتشر میشد اینا با هم همخوانی نداشت یعنی شما اگر میخواستید که فکت چکینگ بکنید کاملا شما رو هدایت میکرد که کدوم دستگاه داره دست میبره طبیعتا شما نمیتونید فرض رو بر این بذارید که یکی از دستگاه‌ها داره به ضرر دو خودش کار میکنه دیگه اگر دستگاهی میاد و در آماری دست میبره معمولا برای اینکه عملکرد خودش خوب جلوه بده نه اینکه ببخشید این اصطلاح به کار میبرم مرض داره میخواد عملکرد خودش رو بد جلوه بده در نتیجه وقتی که شما میدیدید بانک مرکزی نرخی رو منتشر میکنه و مرکز ملی آمار نرخ دیگه رو منتشر میکنه و یکیشون وضعیتش خیلی بدتر از اون یکیه شما حداقل به این نتیجه میرسیدید که اون دومیه رو بذارید کنار و بین این دوتا استناد اون یکی رو فعلا تا وقتی که فکت جدیدتری به دست نیاوردید فعلا روی همین واستید مؤسسات بین‌المللی درسته که خیلی وقتا تحت تاثیر اطلاعاتی که در داخل منتشر میشه اطلاع رسانی های ناصحیحی میکنن راجع به کشورها از جمله ایران ولی واقعیتش اینه که توی همون اطلاعاتی که توسط این مؤسسات منتشر میشه
اگر بخواید که در واقع وقت بذارید و بررسی بکنید، خیلی وقتها موارد قابل توجهی وجود داره. یعنی خیلی وقتها اونا با محاسبه هایی به عدد هایی درستری که نزدیکتر هستن به واقعیت میرسن، یا اونا خیلی وقتها در محاسبات خودشون توضیح میدن که به چه علت این عددی که ما الان داریم میاریم تنها چیزی بوده که داشتیم، در حالی که به نظر میرسه که با توجه به مجموع این عوامل عدد واقعی باید اینقدر متفاوت باشه. و همواره یک چیزی هم که در ایران حتی در سخت‌ترین شرایط وجود داره اینه که من خیلی واسم سخت تصور کنم که حداقل جایی که ما داریم صحبت از اطلاعات اقتصادی و عددی و اینها میکنیم، خیلی از این عددها رو برای همیشه بشه پنهان نگه داشت. حالا یه وقت یک بحثی هست، یک بحث خیلی خدمت شما عرض شود که حیطه امنیت ملی پیچیده‌ای هست که نظام مثلا به عنوان یک راز این رو سعی میکنه سالهای سال نگه داره، اون بحث دیگریه. ولی مثلا این که عملکرد اقتصادی یک دولت در این زمینه خاص چطور بوده است، معمولا شما واسه این که عدد درستش رو بفهمید، یا این که نه نگم عدد درستش رو بفهمید، شما معمولا واسه این که بفهمید چرا اون عدد قبلی مشکل داشته، حد اکثر کافیه که تا زمان دولت بعدی ثبت کنید. چون معمولا در ایران هر دولتی که سرکار میاد اولین کاری که میکنه موضوعات مرتبط با دولت قبلی رو و اطلاع رسانی های غلطی که شده اونها رو اعلام میکنه. حالا ممکنه شما بعدا بگید که آقا نتیجه عملکرد دولت بعدی هم نامطلوب بوده. اوکی، این ربطی به این نداره که به هر حال چیزهایی منتشر میشه، اطلاعاتی منتشر میشه، حتی مستنداتی منتشر میشه که این مستندات نشون میدن که در قدیم برای اینکه این عدد از انقدر جلوه داده بشه چه کارهایی انجام شده. مثلا در مورد همین داستانه، در همین مورد داستان نرخ بیکاری زمان آقای احمدی نژاد، خب اینو به هر حال شما به صورت فی‌البداهه گفتید، منم فی‌البداهه دارم میگم، مطمئن نیستم، لطفاً چک بکنید و اگر که دارم اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. ولی اگر اشتباه نکنم یکی از معاونان وزیر در زمان آقای احمدی نژاد این رو با تفصیل توضیح داد که در اون زمان چه اتفاقی افتاد. یعنی توضیح داد در گفتگو با رسانه هایی در زمان آقای احمدی نژاد چطور برای اینکه نرخ بیکاری رو پایین بیارن مبنا رو عوض کردن، و توضیح داد که چطور این مبنا در گذشته مثلا در سرشماری های 55 و 65 اگر اشتباه نکنم طبق گفته هایشون، مثلا در سرشماری های 55 و 65 مبنای اشتغال این بود که اگر اشتباه نکنم 8 ساعت کار در هفته بکنن، در 75 و 85 این شد که 2 روز کار در هفته بکنن، در اون زمان این مبنا بود، و 85 که به هر حال سالی بود که آقای احمدی نژاد اومده بود، آقای احمدی نژاد و مقام‌های دولتی ناراضی بودن از اینکه نرخ بیکاری در ایران بالا نشون داده بشه و گفتن آقا مبنا رو بکنیم 1 ساعت کار در هفته و کلا داستان رو عوض کردن و به اون سمت بردن. این رو یکی از مسئولین خود دولت آقای احمدی نژاد به تفصیل توضیح داد، یا خیلی از مسئولین که آقای احمدی نژاد مرتب اینها رو عوض می‌کرد، اینها زمانی که برکنار می‌شدن خیلی حرفو می‌زدن. معنیش نیست که شما همین حرفا رو باور کنید، ولی حداقلش اینه که امکان ذکر اطلاعات از زوایای مختلف ایجاد میشد و واقعا یک روزنامه‌نگار به هر حال با وقت گذاشتن با یه آرشیو موضوعی گردن کلفت درست کردن خیلی از اینا رو میتونه نهایتا با ذریب اطمینان بالایی به یک اطلاعات نسبتا صحیح برسونه.